تحول فرهنگی اگر رخ نده، حالا همزمان یا متناسب یا همراه با تحول سیاسی، در واقع ما رها نمیشیم از وضعیتی که داریم. این وضعیتی که در ایران هست از یک فرهنگی برمیاد، درسته از مناسبات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، وضعیت بین‌المللی و تاریخ ما برمیاد، اما عامل مهمی در این فرهنگ هست. و اگر این فرهنگ به خصوص در روشنفکران که نقش رهبری رو به عهده میگیرن، حالا چه رهبری فکری چه رهبری سیاسی، متحول نشه به سوی یک فرهنگ غیر استبدادی همه جانبه، نه اینکه فقط بگیم حقوق بشر و دموکراسی، افسار حقوق بشر و دموکراسی هست، این جمله مبهمی است که الان همه میگن، بلکه این نشون میده که ما در یک نقد کردیم گذشته رو. ببینید اروپا هم با نقد خودش از خودش راه شد، رنسانس یعنی نقد گذشته. اوکی، ما باید فرهنگ خودمون رو نقد بکنیم، همه عناصر مؤلفه های این فرهنگ رو بذاریم جلو آفتاب، بی‌رحمانه بهش نگاه بکنیم و با نقد این عبور بکنیم از اینها. اگر ما چون این تحولی رو حداقل در سطح روشنفکران و رهبران سیاسی نکنیم، این دایره بسته استبداد انقلاب و شما معتقدین که روشنفکران ایران این کارو نکرده و نمی‌کنن؟ من فکر می‌کنم متأسفانه نه اینکه هیچ کس نکرده و نمی‌کنه، اما بسیار به ندرت شما می‌بینین کسانی که به طور جدی، اینکه مثلا به صیغه مجهول معمولا بگیم این اشتباه شد که یعنی ما توش نقش نداشتیم، یا مبهم برخی اشتباهات صورت گرفته است که زمینه ها و دلایلی داشته است، از این انشاء پردازی ها، اینا که نقد نیست. نقد به مفهوم که مفهوم عناصر بگیریم، مؤلفه ها رو بگیریم، من فکر می کنم شاید یکی دو نفر بیشتر نکردن. حالا شما آقای سرکوهی، خب با تمام اون سابقه کار سیاسی و بعد اخیراً کار فرهنگی بیشتر و همینطور نقد به روشنفکری ایران، شما خودتون در این زمینه چیکار کردید؟ من کاری که کردم، خب تا وقتی در ایران بودم میکوشیدم که نظرات متفاوتی که میتونه زمینه ساز نقد باشه، حالا یا ترجمه کنم یا منتشر کنم یا کمک کنم تو مجله آدین، یا خودم مثلا در زمینه هایی تا اونجایی که در حد خودم هست بنویسم. بعد توی جمع مشورتی و اینا هم که خب نظر میدادیم، مثلا اساسنامه کانون ما از نو نوشتیم. در اساسنامه کانون مثلا شما توجه بکنید، ما در اساسنامه جدید کانون تو جمع مشورتی دفاع از مثلا ما دفاع از در زمینه مثلا زبان ها، خلق ها، قوم ها اومدیم گفتیم آقا این اساسنامه قبلی غلطه، ما که حزب سیاسی نیستیم، ما فقط از آموزش به زبان و چاپ به زبان مختلف دفاع میکنیم. یا من مثلا یه بندی داره منشور جدید کانون که من پیشنهاد کردم و تصویب شد، این هستش که کانون با قبلا فقط راجع به آزادی بیان اینا بود، با رسانه‌های تک صدایی و فرهنگ تک صدایی مخالفه. این به منشور اضافه شده که بندای منشور هست. حالا در حد خودم در اینجا هم اوایلش بسیار امیدوارانه شروع کردم یه سری مقالات نوشتن در نقد فرهنگ و در نقد فرهنگ گذشته، نظرات گذشته. مهم این نیست که نقد من درست یا غلطه، شاید هم غلط باشه، مهم اینه که ما نیاز به نقد داریم، ما به پرسش نیاز داریم، به پرسش درباره خودمون، نه که فقط راجع به دیگران، به اونا هم احتیاج داریم. توجه به پرسش و توجه به نقد، چیزی که من فکر کنم وظیفه من بود این بود که این نیاز به نقد رو برانگیزم. اما شاید این هنوز اندکی، شاید این نیاز خوب نیست، شاید من عوضی دیدم، شاید هم نمیدونم. شما الان همون حرفایی که میزنین، مقالاتی که مینویسین، فکر میکنین در ایران مخاطب داره؟ یعنی مخاطبی که قبلا در ایران داشتی چطور میدونین که داره؟ برای که تماس میگیرن، تلفن میزنن، نامه میاد، ایمیل میزنن. اتفاقا خیلی جالبه برای خود من، حتی عجیبه که چرا اینقدر در داخل کشور با واکنش مثبت، و نه اینکه همش مثبت اما گرایش، و خیلی با چیز روبرو میشه این نقدها، و در خارج از کشور نه. شاید یکی از دلایلش اینه که در خارج کشور یه ده متولی هم زندگی میکنن که متولی امامزادهای قدیمی و اینان، و خب متولی باید حرمت امامزاده رو نگه داره، و خب یه ده به نام این چهره یا اون چهره یا این عقیده یا اون عقیده نان میخوره. اما در داخل کشور به خصوص من بیشتر واکنش مثبت دیدم و زیادم دیدم. نمیدونم، شاید هم یکی دلایلش این است که اونا متولی نیستن. و بعدم شما وقتی در عرصه ببینید، وقتی آدم تبعید میشه، آدم از تاریخ بیرون پرت میکنن، این شوخی هم نداره. شما به عنوان فعال سیاسی پرت میشی از اون مرکز حادثه بیرون، حالا فقط دیگه میتونی پشتیبانی کنی، دیگه بقیه حرفان بی خودیه میزنن، جز پشتیبانی کاری از دست بر نمیاد، پشتیبانی تبلیغات غیره.
به عنوان روزنامه‌نویس نویسندم وقتی پرتت میکنن بیرون، اگر جوان باشی در سن 14-15 سالگی میتونی زبان یاد بگیری، به این زبان بنویسی و خودت در متن جامعه اینا جا کنی. اگر پیر باشی و نتونی زبان رو در حدی که بنویسی، کتاب ادبیات بنویسی منظور، نه که حرف بزنی، اون وقت شما نمیتونی بری تو متن این جامعه. از جامعه خودم از تاریخ به بیرون پرچ خبر داری، اینترنت و اینا، ما هم به اندازه اون داخل کشور خبر، اما خبر داشتن با حضور مستقیم فعال فیزیکی داشتن فرق میکنه. در این حال هم اینم توجه کنین که روشن فکران ما دچار مشکل بی مخاطبی است. وقتی تیراژ کتاب 1000-1500 تا 3000 تا، این یعنی ما اپوزیسیون هم دچار همه فراخوان‌هایی که اپوزیسیون داده تا حالا یکیش من ندیدم که بیش از 2000 نفر آدم جلب بکنه. یعنی اپوزیسیون یک لایه‌ای از جامعه نداره که بالفعل ازش حمایت بکنه. این که دیگه اپوزیسیون نمیشه. نه درست. مشکل ما این است. تو این مشکل حالا ما در داخل کشورم دچار مشکل مخاطب هستیم و مشکل ارتباط. بعد اینو پرتت هم میکنن بیرون. شما از تاریخ به بیرون پرت میشی. بنابراین من رو کراس بگم، اون کاری که من میتونم داخل کشور بکنم، نه خب نمیکنم. از تبعید برای همین بده. این وقایع اخیر بعد از انتخابات دهمین ریاست جمهوری ایران، فکر میکنین که این روی این روشنفکری ایران چه تأثیر داره؟ اصلا روشنفکری نقشی داشت در این؟ اون وقت اگه من بگم باز مشکل ایجاد میشه. ببینین من نقش مرادتون چیه؟ نقش مؤثری که یک لایه های از جامعه رو، نه به هر حال شما گفتید روشنفکری نقش راهبری کننده داره. روشنفکری دینی روشن، نه روشنفکری دینی که چرا یک سر ماجراست، اما روشنفکری دینی غیر دینی، من منظورم روشنفکری غیر دینیه که شما نماینده به نوعی نماینده‌اش هستید یا یکی از اون هستید. من تصور میکنم شوخی است اگر کسانی این گمان رو بکنن که ببینین حمایت بالفعل مردم نشون داده میشه، یه جوری نمودهاش میاد. هم اپوزیسیون به معنای اپوزیسیونی که خواهان دموکراسی و اینی که این چارچوب دموکراسی باشه و یعنی جز جناح حکومتی نیست، هم روشنفکران در نقش پیاده نظام حامی بودند، بنده حمایت میکنم، اما در نقشی که باید باشن نه تأثیری نداشتن. برای که کو کجا؟ حالا یک سوال خیلی وقت بود تقریبا تموم شده. به نظر نمیرسه که روشنفکر لایک ایرانی در واقع همیشه در خارج نشسته و نگاه میکنه به جامعهش، به نوعی جامعه برای کار خودشون میکنه. نمونه اخیرم همینه، یعنی خب نقشی نداشته، به اضافه این که این اصلا رهبری این جریان هم خیلی طبیعی به دست روشنفکر اصلا حق اوناست، حق اوناست که اصلا ببینید رهبری وقتی شما به دست میاری که لایه های بزرگی از جامعه حتی اینا حاضر نیستن خواسته های روشنفکر لایک رو در برنامه‌شون بگنجونن. منم بودم حاضر نبودم. چرا؟ برای که روشنفکر لایک نیرویی نداره. آخه شما برساز نیم روشنفکری ایران، روشنفکری غیر مذهبی ایران، نه ضد مذهبی، غیر مذهبی ایران تبعید شده از جامعه. یک حد محدودی ببینین 2000-3000 نفر خواننده داره، ده یه تعداد دیگری هم هوادار داره، اما اینها در برابر این سیل میلیونی که راه میندازن تأثیر و نفوذی نداره. و من فکر میکنم که اگه خودشو نقد نکنه و رها نشه از این وضعیتی که هست، بخشش به اومد میشه، بخشش به مردم، بخشش به نداشتن امکانات، البته حکومت هم بهش اجازه نمیده. بنابراین سه عامل، حکومت اجازه نمیده، مردم نمیخوانش، خودش هم از این وضعیت رها نشده، حل نمیشه. بسیار خیلی متشکرم فراز سرکوهی، شرکتتون در برنامه به عبارت دیگه. ممنون از شما.